حمله ایران به اسرائیل و دفاع از غزه و لبنان و مصاحبه‌ای که پزشکیان با خبرگزاری العربیه انجام. سلام، مهران همیشه ای کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفتگویی رو با شبکه الجزیره انگلیسی انجام داد و توی این گفتگو گفت که صهیونیستا برای بقای خودشون میخوان جنگ در خاورمیانه رو گسترش بدن، به خاطر اینکه با کارهایی که در غزه انجام دادن نتونستن به اون اهدافی که مد نظرشونه برسن. مسعود پزشکیان در این گفتگو که دقایقی پیش از شبکه الجزیره انگلیسی پخش شد ولی ضبطش برای تایمیه که رئیس جمهور در نیویورک حضور داشتش، یعنی به قبل از شهادت سید حسن نصرالله برمیگرده، اشاره داشتش که گسترش جنایت رژیم صهیونیستی به لبنان راه حل مشکل فلسطین بوده برای رژیم صهیونیستی. اون در این گفتگو در مورد تنش بین اسرائیل و حزب الله هم صحبتایی رو انجام داد و گفتش که پیش بینیش از این که آینده این تنش ها به کجا میرسه پاسخ دادش. اون چیزی که الان رژیم صهیونیستی در منطقه انجام داده در حقیقت یک نسل کشی هستش. متاسفانه کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکا از این جنایت هایی که صهیونیست ها انجام میدن دفاع هم میکنن. اینها ظاهراً دم از دفاع از حقوق بشر و قوانین بین المللی میزنن، ولی در هیچ قانونی کشتن بچه ها، زن ها، پیر ها، جوانان و نابودی بیمارستان ها و همچنین در هیچ جنگی همچین کشتار و جنایت هایی معنا مفهوم ندارد و مجاز نیست. این قوانین برای اینه که باید با کسی که می جنگید جنگید، نه اینکه به زنان و کودکان و مریض ها و پیران و افراد مختلف حمله کرد و مدارس رو بمباران کرد. دنیا این رو میبینه که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی پشتیبانی میکنن و از نظر روحی و انسانی واقعا برای من بسیار سخته که بپذیرم در دنیایی زندگی میکنم که میشود با ابزار قدرت جان انسانهای بیگناه رو گرفت. صهیونیست ها برای بقای خودشان میخوان جنگ رو در خاورمیانه گسترش بدن، به خاطر اینکه با کارهایی که در غزه انجام دادن نتونستن به اهداف خودشون. سوال دیگه خبرنگار الجزیره در مورد تعادل برقرار کردن ایران بین حمایت از همپیمانان منطقی مثل روسیه و جلوگیری از ایجاد برخورد مستقیم با اسرائیل و آمریکا بودش که پزشکیان پاسخ داد: من تصور میکنم اگر کشورهای اسلامی با هم یک صدا میشدن و نسبت به جنایات مختلف علیه انسانهایی که در این منطقه هستن و مسلمان هم هستن و فرهنگ و آداب یکسانی با ما دارن اعتراض میکردند و اجازه نمیدادن پایگاه‌های آمریکایی و صهیونیستی به این راحتی این حملات رو انجام دهد، آمریکا نمیتونست با این سادگی از این رژیم پشتیبانی بکنه و به او اسلحه بده. ما کشورهای اسلامی مقصریم به خاطر اینکه وحدت و انسجام نداریم، مقصریم به خاطر اینکه به جای اینکه هم صدا بشیم از حقوق مسلمانان در منطقه دفاع بکنیم متاسفانه با همدیگه دعوا میکنیم و این مشکل بزرگی است. باید اختلاف رو خودمون حل بکنیم. آرامش و صلح منطقه با همکاری و همدلی ما امکان پذیره و نیازی به این نداریم که آمریکایی ها یا کشورهای دیگه بیان و در منطقه صلح ایجاد کنن. چرا ما باید از همدیگه بترسیم، در مقابل همدیگه سفارایی کنیم؟ این مشکل است که ما داریم و باید بنشینیم و با خودمان، با مسلمانان و کشورهای اسلامی حل بکنیم و با همدیگه اطمینان بدیم که ما پشتیبان همدیگه خواهیم بود. تلاش خواهیم کرد که با هم کار کنیم و رشد و ارتقای هر کشوری ضامن رشد و ارتقای کشوری دیگه باشه. اگه این ارتباطات رو درست کنیم، بیگانگان از منطقه خارج میشن و ما میتونیم خودمون رو در منطقه صلح و امنیت رو برقرار بکنیم. من قبل از اینکه نماینده مجلس و رئیس جمهور بشم، زمانی که به عنوان یک دانشگاهی برای فعالیت‌های علمی به کشورهای اروپایی رفته بودم، وقتی می‌دیدم اونها مرزهاشون رو به روی همدیگه باز کردن، با یه قطار میشه از یک کشور به کشور دیگه رفت، همیشه در ذهنم این سوال بود که چرا ما مسلمان‌ها نمیتونیم راحت از کشور خودمون به کشور اسلامی دیگه بریم؟
بدون اینکه دغدغه داشته باشیم. چرا نمیتونیم راحت با هم همکاری کنیم؟ چرا نمیشه یه پاکستانی، افغانستانی، تاجیکستانی راحت به ایران بیاد، به عراق و ترکیه و عربستان سعودی بره و بالعکس؟ با خودم فکر میکردم که باید یک منطقه واحد اسلامی بسازیم با حفظ حریم‌ها و تمامیت ارضی که وجود داره. این چیزی است که ما میتونیم در منطقه ایجاد بکنیم. وقتی چنین شبکه ارتباطی و شاهراهی رو بین همدیگه درست کنیم، لازمه اون توافق امنیتی و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و کارهایی است که ممکنه امنیت هر کشوری رو به خطر بندازه. طبیعتاً در نتیجه ایجاد چنین بستری اقتصاد و علم و توسعه در منطقه رونق پیدا می‌کنه. خبرنگار شبکه الجزیره در مورد ترور رهبر حماس اسماعیل هنیه در داخل کشور در یه ساختمانی که کاملاً حفاظت شده بوده در تهران و همینطور حملات مختلفی که به رهبران حماس و حزب الله انجام شده بود و ماجرای حملات پیجری اشاره داشت و گفتش که به نظر میرسه که زیرساخت‌های امنیتی نفوذ اسرائیل باعث شده که روی تأسیسات شما هم تاثیرگذار باشه و شما هم تحت تاثیر این نفوذ اسرائیل قرار بگیرید. که پزشکیان به این سوال پاسخ داد این کاری که کردن نشان داد ادعاهای اروپایی و آمریکایی‌ها دم از حقوق بشر می‌زنن کاملا دروغه و زندگی انسان‌ها اصلاً برایشان اهمیت نداره. اینکه وقتی در کشورهای اسلامی و مستقل یه فردی رو به هر دلیلی می‌گیرن که از نظر اونها نباید بگیرن، در کل دنیا جار و جنجال راه می‌اندازن که فلان کشور اسلامی حقوق بشر رو مراعات نکرده. وقتی یه فردی در یه کشوری اعدام میشه که حالا ممکنه اون آدم 100 نفر رو هم کشته باشه یا هر کاری کرده باشه، اینها میگویند چرا این شخص رو اعدام میکنید؟ کاری ندارم به اینکه اساساً آن فرد باید اعدام بشه یا نه. اگر اینها دلشان برای یه فرد قاتل و جانی سوخته که نباید اعدام بشه، چطور در برابر کشتار زن و بچه و پیر و جوان سکوت کردن؟ چطور در برابر جنایت علیه یه عده آدم بیگناه که پیجر دستشونه و بدون اینکه بدونن پیجر دست چه کسی است اون رو منفجر میکنن و در نتیجه جمعیت زیادی نزدیک به 3-4 هزار نفر از ناحیه چشم، دست و دیگر نقاط بدن مجروح میشن یا حتی کشته میشن؟ بعد اینها صدایشون هم در نمیاد. نشون میده که اون چه اینها از حقوق بشر و انسانیت ادعا میکنن همه دروغ است و وقتی پای منافعشان باشد حاضر هستن هر کسی و هر بیگناهی رو بکشن. پزشکیان در مورد نفوذ اسرائیل به زیرساختهای امنیتی ایران هم گفتش که ارزیابی اون چیز سختی نیست. به هر حال اینها با نفوذهایی که دارن و با ابزاری که در دست دارن بعید نیست در همه کشورها چنین اتفاقاتی رو ایجاد بکنن. الان هیچ معلوم نیست در کشورهای دیگه مثل امارات و افغانستان و پاکستان و عربستان و ترکیه و عراق هم چنین کارهایی نکرده باشن تا در زمانی که دلشان خواست اون اتفاقی که مد نظرشونه رو انجام بدن. اما باید بدانیم که این ابزار تکنولوژی که الان درست شده ابزاری است که در دست قدرتمندان که اگر روزی اراده بکنن میتونن از اونجا اطلاعات بگیرن و هر کاری رو بکن دلشون بخواد انجام بدن، مثلا منفجر کردن یه نقطه. پزشکیان در نهایت هم در مورد انتقام سختی که قرار بود برای ترور اسماعیل هنیه بگیرن هم صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که ما زمان اون رو مشخص نکردیم. ولی خب بالاخره اینطور هم نیست که هر وقت که هر کسی دلش خواست هر کاری بکنه و ما پاسخی ندهیم. قطعا اونجور نیستش که زمان و نوع انتقامی که میخواییم بگیریم رو بیایم به صورت عمومی اعلام بکنیم و قطعا تصمیم گیری در این زمینه انجام گرفته و در زمان مناسب پاسخ مناسب رو به رژیم صهیونیستی میدیم. الان رژیم صهیونیستی بعدش نمیاد که منطقه به آشوب بیشتری کشیده بشه و بعد با پشتیبانی آمریکا و ادعای حقوق بشری که داره بیاد و آشوب و ناامنی رو در منطقه بیشتر هم بکنه. پزشکیان تنها راه حل مسئله غزه و ناامنی منطقه رو اتحاد کشورهای اسلامی دونست و مقابله با زورگویی ها و تجاوز اسرائیل و همپیمانانش. خب رفقا حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها راجع به این صحبت هایی که پزشکیان انجام دادش بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید.
یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.